حسين يا نفسي سلام بر سلام که نام توست ای زیباترین عالم ارباب خوبی ها آقای مهربانی آقا امام حسین علیه السلام سلام بر ارباب آب و ادب ملتقای آسمان و زمین محصول بی بدیل حبل المتین و ام البنین عزیزترین عموی عالم حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. سلام بر خورشید آل الله زینت آل الله زینت پدر بانوی صبر و عیسی بانوی برای تمامی لحظات حضرت زینب کبری سلام الله علیها. سلام بر شاهزادگان عالم فرزندان ارباب خوبی ها آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر حضرت لیلا و شاهزادش که سیرت و صورت از پیامبر برس دارد. سلام بر حضرت رباب و ماه پارش. سلام بر قریب شام بانویی که تاولهای پاهایش تا ابد خواهد ماند حضرت رقیه سلام الله علیه. سلام بر اولیا و اوصیا. سلام بر فرشتگان حرم امن عشق. سلام بر اولیا و اوصیا در حضورش. سلام بر یاران و حبیبان آقای مهربانی آقا امام حسین علیه السلام. سلام بر کربلا. سلام بر این دشت نینوا بر این دشت آلاله ها. سلام بر بین الحرمین. سلام بر بین الحرمین و فرشتگانش. سلام بر بین الحرمین و زائرانش. سلام بر بین الحرمین و خادمانش. سلام سلام بر این سرزمین بر این لحظه بر این شب بر این لحظات. سلام سلام بر آقای احساس آقای تنهایی آقای منتظر آقای انتظار آقا صاحب از زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت. عرض سلام و عرض ادب و احترام داریم محضر یکایک شما حسینیان، یکایک شما عاشقان و شیفتگان محضر حضرت دوست آقا و مولای قریب و مظلوم من حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شامگاه روز پنجشنبه و شب جمعه و شب زیارتی مخصوصه آقا و مولای من حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، جای یکایک که شما عزیزان خالی است، بر حسب وظیفه و بر حسب ادب انجام وظیفه خواهیم نبود و انشالله تا ساعتی دیگر دعاگو و نائب و زیاره تک تک شما عزیزان غیور مردان و شیرزنان شیعه خواهیم بود. در خدمتون هستیم جناب استاد مسائلی، انشالله فتح باب خواهند نمود، انشالله بحث رو آغاز خواهیم کرد. با کدوم دوربین رفقا؟ بله، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، سلامی به زیبایی و ترابت اردیبهشت، به کرامت ماه رجب، به لحظات ناب بندگی، سلامی به زیبایی این لحظات، این لحظاتی که اینجا فرشته ها حضور دارند، ملائک حضور دارند و نگاه مهربان شما رو به عرش میبرند و دلهای عاشق شما رو پرواز میدند به سمت حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام. اینجا ما نایب و زیاره تک تک شما خوبان هستیم، اما بهانه ای که باعث شد در خدمت شما خوبان باشیم و این برنامه که نامش هست گل ریزان در خدمت شما خوبان باشیم و مهمان خانه های گرم شما باشیم و چشم های مهربون شما به سمت ما چرخید و از اینکه ما را انتخاب کردید برای دیدن، از شما بسیار سپاسگزاریم. حقیقتا خواستیم تشکر کنیم، هر آنچه را که ما تشکر بکنیم، یعنی واژه پیدا بکنیم بابت اینکه و چندین برنامه مختلف داشته باشیم، بابت اینکه تشکر بکنیم از شما خوبان، از شما مهربانان که همه هم و غم و زندگی و تلاشتون این بود که نور و این شعای کوچکی که از نور بیکران آقا امام حسین علیه السلام هست و به خانه های شما میتابه، تشکر کنیم بابت اینکه تلاش کردید، زحمت کشیدید، دوستانتون، خودتون، خانواده هاتون رو در کنار هم دیگه جمع کردید تا بتونیم در خدمت شما خوبان باشیم و انشالله همه آنچه را که شما پر کردید از مهربانی هاتون و پراکنده کردید برای شما پر باشه از خیر و برکت و شادی و ثروت و سلامتی و همه خوبی ها. و اما این برنامه که قرار هر پنجشنبه انشاءالله با حضور دوستان دیگر، حالا امشب هم افتخار نصیب بنده شد که در خدمت شما خوبان باشم و در خدمت جناب آقای مجد عزیز، این که میخوایم صحبت بکنیم راجع به این مطلب که هیچگاه دیگه شیعیان در هیچ کجای این کره خاکی اگر قدمی، قلمی، راهی و مسیری رو دارن طی میکنن در راه بسترسازی و حضور آقا امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف دوچار مشکلات این چنین نشن. و باز هم شما بزرگواران و مهربانان نیاز هست که در این راه قدم بردارید، قلم بردارید، قلب بردارید و همه مهربانی هاتون رو پراکنده بکنید. محمد جان حفظتون کنه انشالله. قرار برون شده که همطور که جناب استاد مسائلی هم ذکر فرمودن، هر هفته با این برنامه و این ویژه برنامه خدمتگزار شما عزیزان از کربلای معلا، از قلب تپنده جهان تشیع باشیم و انشالله مثل گذشته و مثل همیشه این خانواده حسینی که وسعت آن به پهنای این کهکشانه دست در دست هم بدهند و پشتوانه زیبایی برای همدیگر باشند تا انشالله شاهد ارتقای فرهنگ شیعی در کل دنیا باشیم، تا بتونیم به اون مهم دست پیدا بکنیم که اون مهم چیزی جز رضایت ولی نعمت من، رهبر من
مولای قریب من حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف نیست. انشاءالله در طول برنامه بیلانی خدمتون تقدیم خواهیم کرد از تولیدات مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام در سه شبکه 1، 2 و 3 به زبان‌های فارسی، عربی و انگلیسی. ریز تولیدات با تایم دقیق و جمع آنها و دفاتر و مکاتبی که در جای جای این کره خاکی عزیزانمان و جوانان غیور مرد شما مشغول خدمتگزاری با آستان مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام در جهت نشر معارف فاطمی، علوی و حسینی هستند. انشاءالله با ما همراه باشید تا پایان برنامه. انشاءالله بحث همیاری ماهانه شما حسینیان رو هم مطرح خواهیم کرد و ادامه خواهیم داد. انشاءالله جدول رو هم دوستان عزیزمون درج خواهند کرد تا انشاءالله سیر روندمون رو ادامه بدهیم و به اون مطلوب مورد نظر دست پیدا بکنیم. حقیقتاً و از صمیم قلب، صمیمانه ترین و خالصانه ترین مهربانی ها و تشکرات رو از جانب گنبد و بارگاه آقا سید الشهدا علیه السلام و حریم و بارگاه مقدس حضرت سقا قمر منیر بنی هاشم تقدیم و نثار وجود نازنین یکایک که شما عزیزان و حسینیان میکنم، به پاس غیرتی که به خرج دادید، به پاس ایستادگی که کردید و حمایت جانانه ای که از اعتقاداتتون و از افکارتون کردید. درسته که در طول چند روزی که گذشت کمتر از نیمی از بدهی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام به شرکت های ماهواره‌ای هاتبرد، گلکسی و نایسد جمع آوری و پرداخت شد، اما امیدواریم انشاءالله با این برنامه‌ای که داریم هر هفته تحت عنوان گلریزان این پروسه رو به مهم خودش برسونیم تا انشاءالله دیگر تحت هیچ شرایطی شاهد این رخداد تأسف‌بار در مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام نباشیم. انشاءالله یک فرهنگ سازی حسنه باشد برای این که بیش از پیش و بیش از گذشته دقت و تأمل بکنیم در حمایت از مجموعه های شیعه، رسانه های شیعه و مؤسسات شیعی که در سر تا سر این کره خاکی مشغول خدمتگزاری هستند. چرا که مجموعه های شیعی بنابر اعتقادات پاکی که از مکتب حضرات معصومین علیهم السلام برداشته اند، تحت لوا و پرچم هیچ کسی قدم بر نخواهند داشت، لذا هیچ گونه پشتوانه حکومتی، حزبی و مؤسساتی و مهمتر از همه اونها مالی نداشتند و صرفاً و صرفاً با حمایت مالی حسینیان و شیعیان غیور مرد در سرتاسر این کره خاکی اداره شده اند و به لطف آقا حجت ابن الحسن و دعای خیر ایشان اداره خواهند شد. همونطور که بارها و بارها عرض کرده این و خود شما عزیزان هم واقف هستید به اون مطلب، مهمترین نکته اینه که در هر برهه‌ای از تاریخ شیعیان امیر مؤمنان به انحاء مختلف مورد امتحان و آزمایشات سختی قرار می‌گیرند. تا جدا از این که گامی بزرگتر بردارند برای خدمتی خالصانه تر و بزرگتر به مکتب خودشون، به اصطلاح عامیانه سره از ناسره تشخیص داده بشه و خالص از ناخالص جدا و تفکیک بشه. همونطور که در طول تاریخ بارها و بارها شاهد بوده ایم که به دلیل متاسفانه غفلت شیعیان لطمات شدیدی به کیان تشیع وارد شده، اما امیدواریم که با نزدیک شدن به زمان ظهور آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف این همبستگی، این اتحاد، این غیرت و این رشادت در بین شیعیان روز به روز در حال افزایش و گسترش باشه و شاهد اتحاد و یک پارچگی بیش از پیش شیعیان در تمامی زمینه ها و امور باشیم که قطعاً موجبات خوشنودیه
مولای من حضرت حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین علی تراب مبدمه فدا رو به دنبال خواهد داشت. و همونطور که شما عزیزان در این مدت اثبات کردید و عملی انجام دادید و تبریک میگم خدمتتون، لبخند رضایتی که بر لبان نازنین آقا حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین علی تراب مقدمه الفدا نشاندید. خدا حفظتون کنه انشالله. محمد جان، بله خدمت شما خوبان عرض بکنم. خطهای برنامه بازه، یعنی تلفن هایی که الان زیرنویس میشه بازه و میتونید تماس بگیرید و باز هم مهربانی های خودتون رو پراکنده بکنید. اون جدولی که اون زیر هک میشه انشالله الان، و اگرم هک شد رفقا به ما بگید که ما بدونیم. این هنوز بازه و هنوز نیاز هست که شما خوبان، شما مهربان ها، اون مهربانی های خودتون رو پراکنده بکنید، چرا که هنوز ما نیاز داریم به این که با هم دیگه تعامل داشته باشیم، با هم دیگه این ارتباط رو قوی تر بکنیم، تا همواره و همواره نور آقا امام حسین علیه السلام، این شعای کوچکی که از نور بیکران آقا امام حسین علیه السلام هست، به خانه های شما بتابه. امروز داشتیم صحبت میکردیم راجع به این که واقعا اینجا، یعنی شبکه آقا امام حسین علیه السلام، دانشگاهیه برای تمام خانواده ها، برای شما خوبان، برای پدران شما، مادران شما، فرزندان شما، خود شما، همسران شما. شما نگاه بکنید این شبکه آمده و تمام اون نکات و مطالبی که خالص و پاک هستند و از وجود ائمه معصومین علیهم السلام آمده اند رو داره برای شما میگه و حرف میزنه، و هر آنچه که داره میگه فقط برای اینه که شما به خوشبختی ابدی برسین و به اون معیارهای بالای انسانی برسین، و اینکه با هر لحظش و هر فرمش و هر دقیقش و هر ثانیش که شما ارتباط برقرار میکنید، این ارتباط باعث بشه که یه چیزی به شما یاد بده، یه حرفی برای شما گفته باشه، یه چیزی باشه که به درد زندگی هاتون بخوره، یه چیزی باشه که بتونید به فرزندانتون یاد بدید، یه چیزی باشه که به همسرانتون یاد بدین، یه چیزی باشه که به خانواده هاتون، به فامیلتون، به بستگانتون یاد بدین، بابت این که خوشبخت باشن، بابت این که به سعادت برسن، چرا که هر آنچه که این بزرگواران خواستن برای ما سعادت و خوشبختی و صلح و آرامش بوده است و غیر از این هم نبوده است. و پس این دانشگاهی که الان برپا شده است، دانشگاهی که همه جوره داره خدمت رسانی میکنه در حقیقت، و داره یک جورای این خدمت رو به کل جهان، به کل این کره زمین میرسونه، لازمه که بیاین و توی این دانشگاه شرکت بکنید و قراره توی این دانشگاه شرکت بکنید. خب بالاخره مسلماً هزینه هایی داره، شما هر جای دنیا که بخواید، تو هر کلاس خصوصی هم شرکت بکنید، تو هر دانشگاه ملی هم بخواید شرکت بکنید، مسلماً هزینه های متفاوتی داره. و برای برقرار بودن این دانشگاه که شما هر لحظه، چون ببینید یک مزایایی دارد که خیلی جاهای دیگه نداره، شما هر لحظه که تلویزیونتون رو باز میکنید در هر جای این کره خاکی که باشید، بالاخره یه مطلبی به شما ارائه میشه و این مطلب مسلماً ممکنه به درد زندگی شما بخوره، که میخوره. مسائل احساسی داشتیم، مسائل اعتقادی داشتیم، مسائل حوزوی داشتیم، که البته اینا رو مفصل محمد برای شما توضیح خواهد داد، که مثلا اون شبکه آقای امام صادق علیه السلام که تولیدات بسیار زیادی هم داشتن و چقدر مسائل مهمی رو ارائه کردن، و تولیدات دیگر، مستندهای متفاوت و مراسمات متفاوت، و خدمتتون عرض بکنم مناسبت‌های متفاوت در خانه‌های شما بودن. شما به راحتی میتونستید پیش تلویزیون رو باز بکنید و اینجا حضور داشته باشید در کنار حرم و بارگاه آقای امام حسین و عاشقانه هاتون رو مثال آقای امام حسین علیه السلام بکنید. پس لازمه که باز هم در کنار همدیگر باشیم، ما خدمتگزار شما باشیم. چرا؟ چون این شبکه متعلق است به آقای امام حسین علیه السلام، و آقای امام حسین علیه السلام برای همه جهانه، برای همه شیعیانه، حتی اون کسانی هم که شیعه نیستن، حتی اون کسانی که اصلا شیعه رو نمیشناسن، برای همه است. پس لازمه که این نور آقای امام حسین،
این نور زیبا و دوست داشتنی و پر از محبت آقای امام حسین رو به قلب ها و دل ها و جان ها و چشم ها و وجود همه مردم دنیا پخش بکنیم. پس بیاین در کنار هم دیگه این شبکه‌ای که متعلق است به خود شما رو همیشه و همیشه همراهی بکنیم. قطعا همینطوره، یعنی از ابتدای امر هم این همت و یاری والای شما حسینیان بوده که ما رو به اینجا رسانده و خب دلایل مختلفی که در طول این چند روز خدمتتون عرض شد سبب شد که مجموعه در این بحران قرار بگیره. و حقیقتا و از صمیم قلب مثل شما عزیزان و حسینیان امیدواریم که نه تنها مجموعه رسانه ما حسین علیه السلام، بلکه تک تک مجموعه ها و رسانه های شیعی و مؤسسات و مکاتب شیعی در سرتاسر این کره خاکی دچار چنین بحرانی نشوند که قطعا اسباب سرفکندگی ما رو پدیدار خواهند نمود. من فکر کنم محمدی میان برنامه باشد، نیست؟ میان برنامه هست؟ میخواید میان برنامه رو ببینیم برگردیم؟ ایرادی نداره، حالا هر موقع که آماده بودیم اعلام بکنیم. آماده است پس ببینیم برمیگردیم. چرا شبکه امام حسین علیه السلام هیچ گونه پروژه اقتصادی ندارد؟ ورود شبکه امام حسین علیه السلام به دنیای تجارت ممکن بود ما را از تمرکز خود در فعالیت رسانه‌ای و خدمت رسانی فرهنگی به مردم باز دارد. از سوی دیگر امروز در میان صدها میلیون شیعه در سراسر کره زمین انسان‌های بزرگی هستند که عمر خیش را صرف تخصص در تجارت جهت خدمت به جامعه شیعه نمودند. بنابراین با تقسیم صحیح وظایف هر کدام در تخصص خود گامی مناسب را برداریم. مجموعه رسانه‌ای امام حسین علیه السلام بار فرهنگی شیعیان را به دوش کشیده و شما امروز بار مالی را به عهده بگیرید. راه‌های مختلفی برای کمک به شبکه وجود دارد. ارسال پول از طریق صرافی‌ها به کربلا به نام علی سعید شمس، ارسال از طریق پیپال با مراجعه به این آدرس اینترنتی سرویس وستر یونیون به نام علی سعید شمس، حساب بانکی در بانک آف امریکا به نام امام حسین تلویزیون نتورک و سفرای شبکه در کشور محل سکونت شما. خیر به صورت زنده و مستقیم از قلب تپنده جهان تشیع کربلای معلا میهمان خانه ها و دلهای پاک شما حسینیان هستیم با برنامه‌ای که انشالله به صورت هفتگی در شب‌های جمعه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بنده و سایر عزیزانم در مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام تحت عنوان گلریزان تا انشالله باکس مورد نظر جهت تأمین هزینه‌های ابتدایی اداره مالی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام رو ببندیم و انشالله دغدغه این مسئله رو برای همیشه از ذهن پاک بکنیم. بحث مشارکت در طرح‌های همیاری ماهانه هنوز برقراره و شما عزیزان میتونید با شماره‌ای که زیرنویس میشه تماس برقرار بکنید یا از طریق سامانه پیامکی در کشور ایران 1085-87 از طریق ارسال پیامک نام خودتون رو ثبت بکنید تا دوستان عزیزمون با شما تماس بگیرن و توضیحات لازمه رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنن. البته یه چیزی بگم محمد جان، اون اینه که یه از دوستان ممکنه که تماس گرفته باشن و ممکنه که این تماس هاشون باهاشون تماس نگرفتن هنوز. اگر که باهاتون هنوز تماس نگرفتن، یعنی اسم خودتون رو توی یکی از این گزینه‌ها ثبت نام کردید و اگر هنوز باهاتون تماس نگرفتن، لطف کنید یه پیامک بزنید تا با شما تماس گرفته بشه. احسن، نکته بسیار خوب و دقیق رو محمد جان اشاره کردن و قطعا اگر تا حالا چنین اتفاقی نیفتاده حتما به سامانه پیامک ما پیامک بزنید تا دوستان و شما تماس بگیرن، یا اگر در کشورهای دیگری هستید از طریق سفرای ما مجدداً اقدام بفرمایید تا انشالله با شما عزیزان هماهنگی لازم صورت بگیره. طرح همیاری ماهانه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام در 4 جدول به صورت ماهانه ماهی 1000 دلار، ماهی 500 دلار، ماهی 250 دلار و ماهانه 110 دلار به نام نامی مولا و مقتدای ما امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب
علیهم السلام شد. و شما عزیزان میتونید به صورت انفرادی یا به صورت مشارکتی با عزیزان دیگرتون، با دوستانتون، با جمع اعضای خانواده در یکی از این طرح‌ها شرکت بکنید و نام خودتون رو در طرح همیاران ماهانه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام ثبت بفرمایید. طرح آخری و جدول آخری که ماهانه 110 دلاره به نظرم مبلغ مناسبیه، یعنی به نظرم بسیار از عزیزان بتونم ساعت ماهانه در این طرح شرکت بکنن، به ثواب خودشون، به ثواب امواتشون، به ثواب روح پدر و مادرشون یا عزیزانی که از دست دادن، بله، یا برای اینکه باقیات و صالحاتی باشه برای خودشون و سهیم باشن در اشاعه نور آقا سید الشهدا به سراسر این کره خاکی که همطور که عرض کردم در حال حاضر به 3 زبان مشغول خدمتگزاری آستان مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام، به زبان فارسی، عربی و انگلیسی. و همطور که پیش از این هم عرض کردم خدمتون، مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام با تلاشی وقف ناپذیر و خستگی ناپذیر بر اونه که تا انشالله 40 شبکه به 40 زبان زنده دنیا به نام مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام تأسیس بگرداند تا تمامی حسینیان در سرتاسر این کره خاکی به هر زبانی، به هر لهجه و گویش و پوششی که هستند و در هر جایگاهی از حیث اجتماعی و فرهنگی قرار دارند، هر لحظه که اراده کنند دست ادب روی سینه بگذارند و ارتباطی خاص و معنوی با حرم و بارگاه و مطهر آقا سید الشهدا علیه السلام برقرار بکنند. و یه نکته محمد جان و اونم اینه که مسلم هر نوری و هر فرمی و هر شعاعی از نور آقا امام حسین علیه السلام به هر جای این کره خاکی که بره، شما دوستانی که مشارکت کردید سهیم هستید، یعنی شما هم جزء این ماجرا هستید و برای شما ثوابش نوشته میشه، یعنی در کل سهیم میشه. بله، در کل. یعنی این نیست که مثلا من شما مثلا این مبلغ دادیم مثلا در یه شعاعش، بله بله، مثلا این قطره آبیه که در این دریا چکیده میشه، مخلوط و ممزوج میشه با هم، یعنی در کل سهیم میشه. و حالا تصور کنید اگر تو گوشه دورترین نقطه این دنیا یک کسی اشک از بریزه، یک دلی به سمت آقا امام حسین علیه السلام بیاد، چقدر برای شماها ثواب نوشته میشه و چقدر برای اون کسانی که در این راه قدم برداشتن، قلم برداشتن، عشق برداشتن، مهربانی برداشتن و مسلم در زندگی های شما، در نسل شما جاری خواهد شد، چرا که آقا امام حسین علیه السلام انتخاب میکنن. من بر این باورم محمد، من بر این باورم که آقا امام حسین انتخاب میکنن، میگن آقا تو بیا، تو بیا، تو بیا، و این تو آمدن افتخاره. و این که اگر که تو قلمی برداشتی، قدمی برداشتی، کاری انجام دادی و بدون انتخاب شدی که این کار رو بکنی، و خوشا به سعادت تو و خوشا به سعادت نسل و خانواده تو، این خیلی ارزشمنده. خیلی ارزشمنده. بین کلامت این نکته بگم در تایید فرمایشات محمد، همین ساعتی قبل در برنامه سرزمین عشق عزیزی که زنگ زد و اعلام کرد که میخوام مستبصر بشم، قطعاً تک تک عزیزانی که در اشاعه این فرهنگ سهیم بودن و مشارکت کردن از حیث مالی در ثواب حسینی شدن این یک نفر سهیم. من توضیح بدم راجب مستبصر. مستبصر یعنی کسی که از یک مذهبی، یک فرقه، یک چیز دیگری تبدیل میشه به شیعه، و این خیلی مهمه. تصور کنید همه کره زمین شیعه بشن، یعنی میشه انشاءالله، انشاءالله به نور آقا امام حسین علیه السلام، به وجود مبارک و نازنین آقا صاحب الزمان جل الله تعالی فرجه شریف، این اتفاق خواهد افتاد و دیر نیست. مسلم دیر نیست، مسلم نشانه های بسیار زیادی هست از آخر زمان بودن. از کجا میدونی؟ مسلم بیاین شما هم توی این فضا شرکت بکنید، شاید گوشه از اون حضور، گوشه از اون لحظه حضور آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه شریف هم ما شریک باشیم انشاءالله قطعا. و فرموده مرجع والا مقام من حضرت آیت الله العظمه حاج سید صادق حسینی شیرازی، این قرن، قرن امیر المؤمنین و اوج اقتدار شیعیان در سرتاسر این کره خاکی است،
و انتشار مذهب به حقه تشیع در سرتاسر این کره خاکی. پس اگر که ما غفلت بکنیم و لحظه ای تعلل بکنیم، به تعبیری اون خیلی زود خیلی دیر میشه، اتفاق میفته، یعنی خیلی وقتها زودتر از آن چیزی که تصور بکنیم دیر میشه و از قافله خوبان، پاکان و عاشقان عقب میفتیم. یعنی کافیست یک لحظه تعلل و درنگ بکنیم، ممکنه برای سالها و خدای نکرده برای همیشه از قافله عقب بیفتیم و اسممون از تومار خط بخوره. بحث یک نفر، یک شخص یا یک مجموعه نیست، بحث حفاظت از کیان تشیعه، بحث دفاع از ولایت امیر مؤمنانه، بحث انتشار و جهانی کردن فرهنگ حسینی بودن، حسینی زیستن، بحث جهانی کردن فرهنگ مهر و محبت و مسالمت و عشق ورزی نسبت به یک دیگره. بحث در این حد احاطه و گسترش و پهنا و وسعت داره. پس اگر واقعا خودتون رو در این امر شریک و صحیح میدونید، قدم بردارید. به نظرم تمام شدنی نیست، یعنی این نیست که مثلا من شرکت کردم در یکی از این طرح‌ها، خب به وظیفه‌ام عمل کردم بذارم کنار و تمام. خیر، به نظر من وظیفه ما لحظه به لحظه زیادتر میشه، یعنی به اندازه که همطور که اعتقاد داریم در اون دنیا و حتی در شب اول غرب بر اساس معرفتی که ما داریم از اون بازخواست میشه و طبیعتاً ما هر چقدر معرفت پیدا کرده باشیم به ذوات مقدسه، به همون اندازه وظیفه‌مون سخت‌تر و سنگین‌تره. پس لذا اینکه نه تنها خودمون نام خودمون رو در این تومار ثبت کنیم، بلکه عرض کردم پیش از این خدمتون به یه اصطلاح عامیانه تنها خور نباشیم، یعنی بهم کمک بکنیم و دست دیگر عزیزانمونم بگیریم، یعنی حالا در نرم افزارهای ارتباط جمعی یا شبکه‌های اجتماعی گروه تشکیل بدیم، در اجتماعات خودمون، در جلسات هفتگی خودمون، در نشست‌های خانوادگی که داریم بحث‌هایی را قرار بدیم برای این مطلب به صورت خاص. یعنی یک تایمی رو، خیلی تأکید ندارم که روزانه، خیر، به صورت هفتگی برای خودمون و خانواده خودمون مقرر بکنیم که برای انتشار نور مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام به سراسر این کره خاکی به زبانها و گویشها و فرهنگهای مختلف چه کنیم. یعنی قدم اول اون فکر است، اون یک ساعت فکر از 70 سال عبادت بالاتره. قدم اول اون فکر کردن به اون رسیدن به اون ایدئالی که مد نظرمون هست، و قدم دوم فکر که میکنیم، مشورت میکنیم، در اختیار دیگران میذاریم، در اختیار ما بذاریم نتیجه رو قطعا و طبیعتا تا ما مشالله استفاده بکنیم و در جهت همیاری و مشارکت ماهانه و ریالی و مالی سهیم باشیم، نه تنها خودمون بلکه توجیه کنیم دیگران را، اونایی که متمول هستن و متمکن هستن از حیث مالی، اونها را هم توجیه بکنیم که وظیفه اونها طبیعتاً سخت‌تر و سنگین‌تر هست. در حقیقت محمد جان، ما برای خودمون میکنیم، یعنی اینکه اگر هر کاری میکنیم برای خودمون میکنیم و اون طرف مسلم کوله بارمون، کوله باره که توش، کوله باری که توش برای خیر و برکت و همه خوبی هایی رو که تقسیم کرد در دنیا رو با خودمون ببریم، برای خودمون داریم میکنیم و چون برای خودمون میکنیم مسلم شادیش هم برای خودمونه، حظش هم برای خودمونه، لذتش هم برای خودمونه. شما دیدین وقتی که یک کار قشنگ انجام میدین، مثلا اینکه دستی بر سر یک بچه یتیم میکشین، یک کار قشنگ دیگری میکنید، احترامی به بزرگتر میذارید، یه کاری، هر کار خوب قشنگی که میکنید تو دلت چقدر خوشحالی، چقدر به خودت میبالی، عجب کار قشنگی کردم.
شما الان تصور کن اون مگه اگر قرار باشه اینقدر دیده بشه، این کاری که الان میخوای بکنی بابت اینکه نور آقا امام حسین علیه السلام به کل دنیا پخش بشه چقدر دیده میشه. خیلی مهم، نسبت ها بسیار بزرگن نسبت به اون دستی که میکشی و نسبت به این کاری که داری انجام. چرا؟ چون ما قراره کلام اهل بیت، نور آقا امیرالمومنین که هممون عاشقشیم، آقا امیرالمومنین فاروق اعظم که دنیا باید بشناسن، باید بفهمن، بدانند که ما چه بزرگانی داریم و همه زندگی ما همین بزرگواران هستن. یک مطلبی یادم افتاد الان توی شب عاشورا، حالا قرار شد ازن از این صحبت ها نکنیم ولی الان به یادم افتاد، الان بگم بد نیست. آقای امام حسین علیه السلام به یارانشون گفتن در شب آخر، فرمودند که آقا من بیعت رو برداشتم، هر کس میخواد بره. و یه عده‌ای از نزدیکان مخصوصا بزرگان مثل حبیب، مثل برعیر، مثل دیگران گفتن آقا ما بعد تو چی کار بکنیم؟ اصلا دنیا رو برای تو میخواییم، آخرت رو برای تو میخواییم، این که الان اینجا هستیم برای توه، برای کسی دیگری نیست. تو کجا میخوایی بری؟ تو کجا هستی؟ حالا ببخشید لفظ تو به کار میبرم، عذرخواهی میکنم از ارباب مهربانم. کجا هستین شما؟ هر جا شما هستید ما همون جاییم. و چقدر لذت بخشه و چقدر دوست داشتنیه. آقا امام حسین چی تو میخوای؟ ما همون رو میخوای. این آن چیزیه که شیعه واقعی باید همون گونه باشه. واقعی مسائلی نکته بسیار زیبا و قشنگی رو اشاره فرمودن. ما به آن چیزی رضایت داریم و آن چیزی رو میپذیریم که مولا و رهبر و ولی نعمتمان در آن مطلب رضایت داشته باشند و بران مهر تأیید کوبیده باشند. یعنی راضی هستیم به رضای اربابمون آقا حسین ابن علی علیه السلام، راضی هستیم به رضای مولامون حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. این رضایت همون بحث قدم ابتداییه، یعنی رضایت قلبی که طبیعتاً مورد توجه و مورد تأیید هست و نکات و مطالب بسیار زیادی در کلام و فرمایشات حضرات معصومین در باب نیت و هدف و رضایت، هدف و نیت قلبی وجود داشته و دارد. اما در قدم دوم میبایست این رضایت و این نیت رو عملی بکنیم. یعنی وقتی ما رضایت داریم و در دلمون نیتمون اینه که رضایتمند باشیم و بمانیم پای آقا سید الشهدا علیه السلام، باید در عمل هم اثبات بکنیم، همونطور که اثبات کردید در طول این چند روزه. و این راه و این مسیر باید تداوم داشته باشه، یعنی آن نباشه که ما در یک مقطعی یک حرکت جهانی و فراگیر رو انجام دادیم و بسیار زود آتشش خاموش بشه یا سرد بشه اون اون هیجان و اون فورانی که کرده. خیر، باید تداوم داشته باشه تا این نور هم تداوم داشته باشد بر جهانیان و بر دلها و قلبهای شیعیان. محمد جان الان رفقا زیرنویس کردن، بله بله، 110 دلاری هایی که تعدادشون 182 نفر بودن. بله. شما خوبان میتونید این 182 نفر رو بیشتر بکنید، با شماره هایی که اونجا نوشته شده تماس بگیرید و شما هم جز این 110 دلاری ها باشید. میخوان حالا شب جمعه سر زیوار حضرت سید الشهدا علیه السلام یک صلوات به نیابت هست تک تک این 182 نفر بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باشه بریم و برمیگرد.
سلام و عرض ادب و مهربانی دارم خدمت شما خوبان، شما مهربانان. حواسمون باشه گول شیطان رو نخوریم. به خدا هر آنچه رو که دارم میگم از قلبم دارم میگم، از نوری که خودشون محبت میکنند و میفرستند. من با گریه‌های شما گریه میکنم، با دردهای شما درد میکشم. از اتفاقاتی که در روزهای گذشته افتاد چند تا سوال هست من جواب بدم. سوال اینه، روند استقبال از طرح یاوران رو چطوری ارزیابی می‌کنید؟ واقعاً کلام قاصره از گفتن این که مردم چقدر محبت دارن، چقدر عشق دارن به آقا ابو عبدالله الحسین، آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. واژه‌ای پیدا نمی‌کنیم از بابت این که این همه شور و اشتیاق و مهربانی و لطافت رو بخوایم معنا بکنیم. می‌کنم خدمت شما و همکاران محترمتون، خیلی ممنونم از شما به خاطر زحمات زیادی که می‌کشید. از دیروز که دیدم و شنیدم که تصویر شبکه امام حسین علیه السلام قطع شده، خیلی خیلی ناراحت شدم. واقعا باعث ناراحتیه و ناراحت‌تر از اون دستای خالیه که نمیتونم کمکی بکنم. از دیروز خیلی فکرمو مشغول کرده. تنها چیزی که به فکرم رسید یک مقدار طلا بود که تو ایران داشتم و الان همون به فکرم رسید که به مادرم زنگ زدم که فردا صبح زود اول وقت ببره بفروشه و بعد از ظهر به شماره حسابی که برام فرستادین به شبکه امام حسین، به شماره حساب شبکه امام حسین علیه السلام واریز کنه. امیدوارم که این کمک کوچیک، حالا نمیدونم $1,000 $2,000 چقدر میشه نمیدونم، ولی این کمک کوچیک همین از دستم میومد. امیدوارم که امام حسین اینو از من قبول بکنن. لبیک یا حسین. ممنونم ازتون. روند استقبال از طرح یاوران حسینی مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، باور کنید ماها غیر از لبخند رضایت اربابمون، رهبرمون، ولی نعمتمون آقا حجت ابن الحسن، چیز دیگه ای نمیخواد. هیچ. تنها ملاک و معیارمون رضایت آقا حجت ابن الحسن. به نظر حقیر به نسبت فرجهی که در اون قرار داشتیم و تایم محدودی که در اون داشتیم بسیار بسیار خوبه. به نسبت 72 ساعتی که این طرح مطرح شد و رسانه ای شد، استقبال از سوی بینندگان عزیز و مخاطب حسینی ما در اقصانوات این کره خاکی به حمدالله بسیار بسیار خوب و قابل تقدیر بوده. جای حمایت و تبلیغات بیشتری دور داره تا اونهایی که هنوز آشنایی با این طرح ندارن، تا انشالله بتونیم برای همیشه مشکلات مالی مجموع رسانه امام حسین علیه السلام رو برطرف بکنیم. خدا حفظتون کنه. انشالله سپاسگزارم از حسن توجه شما عزیزان. چون فرصت نیست، من با اجازه از استاد خودم آقای مسائلی عزیز، این بیلان تولیدات شبکه امام حسین علیه السلام فارسی رو خدمتتون تقدیم میکنم. انشالله بحث شبکات دیگر رو انشالله در جلسات بعدی و هفته‌های آتی تقدیم حضورتون خواهم نمود. این الان دوستان بسته این رو براتون میگیرن و من هم میخونم سری خدمتتون. بحث تولیدات جمع کل بر اساس فرم برنامه، بحث تولیدات ترکیبی دفتر کربلا معلا 18 ساعت 48 دقیقه و 48 ثانیه، مشهد مقدس 3 ساعت و 27 دقیقه و 2 ثانیه، قم 209 دقیقه و 14 209 ساعت و 14 دقیقه و 5 ثانیه، دفتر تهران 146 ساعت و 29 دقیقه و 19 ثانیه، دفتر اصفهان 260 ساعت و 37 دقیقه و 0 ثانیه، بحث هدایا و تأمینی 15 ساعت و 9 دقیقه و 15 ثانیه، دفتر حسینی شهر 4 ساعت و 41 دقیقه و 37 ثانیه. اگر بسته تر بگیری که این اعداد دقیق تر مشخص باشه ممنون میشم. بحث برنامه های گفتمان 45 ساعت و 18 دقیقه و 59 ثانیه دفتر کربلای معلا،
مشهد مقدس نداشته. دفتر قم 1061 ساعت و 54 دقیقه و 23 ثانیه. دفتر تهران 106 دقیقه و 59 106 ساعت و 59 دقیقه و 36 ثانیه. دفتر اصفهان 85 ساعت و 3 ثانیه و 20 ثانیه. هدایا و تأمینی 1 ساعت و 15 دقیقه و 50 ثانیه. دفتر حسینی شهر 11 ساعت و 26 دقیقه و 36 ثانیه. چون فرصت نیست من بخوام تک تک اینها رو خدمتون عرض بکنم، شاید فرصت نداشته باشین. بحث قالب ها رو میگم خدمتون، بحث ترکیبی، گفتمان، برنامه های تک نفره، سخنرانی، کلیپ، مداحی، نریشن، نمایش، قرآن و زیارت، مستند عام، گزارش، مستند گزارشی، مستند محض، بحث سخنرانی هست آیت الله العظمی شیرازی، سایر هدایا، گفتمان زنده، بحث ترم ها و واحد ها در قالب شبکه امام صادق علیه السلام، صرف، نحو، عقاید، وله، اذان، نماز و آنوس و قالب های دیگر. در مجموع 9274 ساعت و 6 دقیقه و 17 ثانیه. 9274 ساعت و 6 دقیقه و 17 ثانیه جمع تولیدات شبکه جهانی امام حسین علیه السلام یک به زبان فارسی در طول مدت قریب به 6 سال خدمتگزاری خدمت شما حسینیان. در قالب ها و عناوینی که تقدیم حضورتون کردیم، انشاءالله در زمانهای دیگر انشاءالله ریز این خارم تقدیم حضورتون خواهیم نمود. جناب آقای مسائلی عزیز، خواهش میکنم، من میخوام یه بار دیگه اون رقم بزرگه رو بخونم. خواهش میکنم. 9274 ساعت و 6 دقیقه و 17 ثانیه، یعنی عدد بسیار بزرگیه، عددیه که این همه مطلب، این همه حرف، این همه گفتگو از کلام، نور و عشق آقا امام حسین و ائمه برای شما خوبان، برای شما مهربانان، برای فرزندان شما، برای پدران، مادران، همسران، خانواده های شما که سعادتمند و خوشبخت باشید، که انشالله باشه برای شما توشه آخرت و اون طرف سربلند باشید، اون طرف سربلند باشید و بگید که ما عشقمون، اربابمون و همه وجودمون آقا امام حسین و 14 نور مقدس و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. این جدولی که این زیر هست 182 نفره. امشب تماس بگیرید، تماس بگیرید، چون وقتم زیاد نداریم، شماره ها بازه، تماس بگیرید. خیلی از شما دوستان تماس گرفتید، اظهار لطف کردید، ما از همه شما سپاسگزاریم، دست تک تک شما رو میبوسیم و دست ادب بر سینه میذاریم برای همه شما و اینجا نایب زیاره تک تک شما خوبان هستیم و میخواییم که باز هم تماس بگیرید، خطها بازه، تماس بگیرید و همیاری، محبتها، عاشقانه ها، مهربانی های خودتون رو اینگونه پراکنده بکنید، هدیه های خودتون رو بفرستید که انشالله باشه برای شما خیر و برکت و شادی و ثروت و سلامتی و همه خوبی ها ان شاء الله. فرصت دیگری نداریم، زنده باشین، خدا حفظتون کنه و ان شاء الله مشارکت خودتون رو بیش از پیش انجام بدهید و شک نکنید که در این 9274 ساعت و 6 دقیقه و 17 ثانیه شما عزیزان هم مشارکت داشتید. التماس دعا داریم از محضر همتون. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی. حسين